برای شما هم سوال باشه که برق مصرفی ما چگونه تولید می شود؟ در کشور ایران تولید برق از طریق نیروگاه های حرارتی، برقابی، خورشیدی و دیزلی انجام میشه که البته عمده آن از طریق نیروگاه های حرارتی و با سوخت گاز است. در کرمان هم همینطور است. 95% تولید برق استان مربوط به نیروگاه حرارتی است. دو نیروگاه در کهنوج، دو نیروگاه در سیرجان، دو نیروگاه در سرچشمه، یک نیروگاه در زرند و بزرگترین آن نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان است. ظرفیت اسمی این نیروگاه 2072 مگاوات است و به عنوان بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی دولتی کشور و بزرگترین نیروگاه حرارتی جنوب شرق کشور محسوب میشه. این نیروگاه 8 واحد گازی دارد و 4 واحد بخار و آنطور که مدیرعامل این مجموعه میگوید تا پایان دی ماه 9,400,000 مگاوات ساعت برق تولید کردند. نکته دیگری که مهندس بحرالعلوم به آن اشاره میکند فعالیت مستمر این مجموعه است. او میگوید برق قابل ذخیره نیست و این موضوع باعث میشود که در طول شبانه روز نیروگاه فعالیت کند. او سهم گاز را در تولید برق این مجموعه 91% عنوان میکند و میگوید بدون سوخت تولید برق امکان پذیر نیست. البته دولت در تلاش است که نیروگاه های تجدید پذیر داشته باشد، اما تعداد آنها کم است. حالا که در فصل سرد سال هستیم و برای گرمایش محیط از گاز استفاده میکنیم، شاید کم کردن شعله بخاری و وسایل گازسوز در کنار مصرف بهینه برق بتواند کمک زیادی به تولید برق کشور کند. در کنار آن یک شعار نوستالژی میتواند مؤثر باشد. همان جمله هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش که با یک تبلیغ ساده تلویزیونی صرفه‌جویی در برق را گوش زد میکرد. شاید همین الان هم اگر به افراد این را بگوییم اعتراض کنند که مگر میشود با مصرف چند لامپ صرفه‌جویی کرد؟ پاسخ واقعا بله است. در استان کرمان ما 1,251,203 مشترک برق داریم. مصرف متوسط روزانه خانواده شما فیشا برق خودتون هم نگاه کنیم بین 3 تا 5 کیلووات هست. یعنی ما در روز توی خانواده با همه تجهیزات از یخچال و تلویزیون و برق روشنایی میگرفته بین 3 تا 5 کیلووات مصرف کنه. اگر 3 کیلووات ما که کمترینش نرمش هست بگیریم، این میزان برقی که ناشی از خاموشی یه دونه لامپ 12 وات در استان ما هست میشه معادل 5,000 خانواده که ما میتونیم در واقع برق یک روز اونا رو تامین کنیم. زکیه سلیمی، کرمان.